خب رسیدیم به رویداد موسیقی این هفتمون که ویژه برنامه در مورد شهرام ناظری عزیز که واقعا یکی از بزرگان موسیقی ما هستن. بریم با هم دیگه ببینیم. کمال در سبک اجرا و بیان فرهنگ شعری، ترانه‌سرایی بی‌باک در نوآوری، آوایی آشنا با وسعت صدایی پرشور و دلانگیز. شهرام ناظری در اوج جوانی و در سال 1355 در نخستین کنکور موسیقی سنتی که دبیر آن ه الف سایه بود، از دست استادان بزرگی چون نورعلی برومند، علی اکبر شهنازی، دکتر مهدی فروغ و دکتر داریوش صفوت جایزه نفر اول را دریافت کرد. سی و یک سال بعد وزارت فرهنگ فرانسه بالاترین درجه نشان افتخاری لژیون دونور یعنی شوالیه را به او اعطا کرد. نشان لژیون دونور که ناپلئون بناپارت آن را بنیان گذاشت، برای کمک‌های نظامی، فرهنگی، علمی یا اجتماعی به فرانسه و جهان پیشکش می‌شود. همچنین بلبل فارسی، پاواروتی ایران، عناوینیه که منتقدان موسیقی در فرانسه به او دادند. وقتی از شهرام ناظری پرسیده می شود که آواز را از که آموخته، او بیش از همه استادان از استاد یا به قول خود مرشدی به نام درویش نعمت علی خراباتی، فرزند استاد درویش حسن خراباتی، که از عارفان، شاعران و موسیقیدانان کرمانشاهی به عنوان الگوی خود یاد می کند. شهرام ناظری به طور یقین اولین کسی بود که به صورت جامع به اجرای اشعار مولانا پرداخت، به این معنا که در انتخاب اشعار محتوا را مبنا قرار داد. آثاری چون گل صدبرگ، چه دارم های بسیاره مثلی که من نمیدانم، یادگار دوست، باغم عشق تو مرا کار افتاد، آتشی در نیستان، یک شب آتش در نیستانی فتاد، و همچنین آثار مشترک او با گروه تنبور شمس نمونه های خوبی از این دست هستند که تنظیم آنها نه فقط بر اساس وزن اشعار، بلکه فراز و فرودهای موسیقایی به گونه ای ساختاردهی شده که مفهوم شعر را به کمال به شنونده القا می کند. من او شدم با او
در دو دهه گذشته مصاحبه ای نبود که در آن شهرام ناظری از تحول، نوآوری و لزوم آن نگفته باشد. پافشاری او در استفاده از اشعار مولانا ساخته های آهنگسازان سنتی را انتزاعی کرد، با استفاده از شعر نو با متر آزاد ساختار شکنی کرد و با معرفی اشعار حماسی و موسیقی مقامی شاخه جدید به موسیقی ملی افزود. درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی علاجش آتش است، آتش است.